شاکال در یکی از مباحثات 1995 که به زبان فرانسه منتشر میکنه به یک مقوله زیبایی میپردازه به نام هویت سگانه یا سگانه بودن هویت ما. این مقاله خب هیچ ارتباطی با بعدها ترجمه میشه در بخارا، اخیرا به دست من میرسه، مجله بخارا در تهران منتشر میشه، ولی در واقع متن سالها پیش منتشر میشه و قبل از آخرین اثر فلسفی شایگان که افسانه زدایی افسون‌زدگی جدید هست منتشر میشه. در این اثر در واقع اشاره میکنه که ما سه هویتی هستیم، ایرانیان سه هویتی هستن در افسون‌زدگی جدید، که این رو در واقع ما میبینیم همین تئوری رو اونجا اعتراف میکنه به عبارتی که این نظریه رو از دکتر سروش گرفت. ولی در متن فرانسه افسون‌زدگی که لالومیر دی اندولوکسیدان هست اونجا اشاره‌ای به این نمیکنه که این مسئله رو از سروش به آریت گرفته. در هر صورت اشاره اصلی این هست که ما سه هویت و نه دو هویت و یا نه یک هویت. هویت اول ما هویت قومی سنتی ماست، هویت قومی ما هویتی است که در واقع به دوران پیش، بسیار پیش، دوران قدیم، دوران کهن باز می‌گرده، دورانی که قبل از هم دیگه در واقع اسلام در ایران هست، قبل از حضور اسلام در ایران هست. دورانی است که در واقع شایگان رو میگه هویت قومی یا سنت ایرانی یا فکر ایرانی یا ایرانیت. و بعد هویت دوم که از دوران در واقع حضور و ظهور اسلام در ایران آغاز میشه و این در واقع هویت دینی ما درست میشه، یه هویت در واقع قومی سنتی دیرین هست و یک هویت دیگه است که برای هویت دینی ما درست میکنه. میگه که در این دو تا که نگاه بکنیم یک فصل مشترک هایی وجود داره که عجیب و غریب هست. هویت سوم که این فصل مشترک ها رو نداره، هویتی است که اخیرا در طول 150 سال اخیر در ایران هرچی بیشتر گسترده شده و این هویت هویتی است که به واسطه فرهنگ جدید به وجود اومده و فرهنگ جدید در واقع همون چیزی است که ما در طول از بعد از انقلاب مشروطه در ایران مشاهده کردیم و این در واقع این رو در زبان و در به اصطلاح بیان امروز توی این 20 سال اخیر به نام مدرنیته ازش نام بردیم. بنابراین سنت یا هویت قومی، دوم دین و سوم مدرنیته. نکته اساسی این هستش که بین دو هویت اول و دوم یک نوع سنخیت، یعنی رابطه درونی و زیرین، رابطه ناگفته ولی موجود وجود داره. هر سه هویت در ما یک نوع سکیزوفرنی وجود آورده که متن اصلی تفکر شایگان در یکی از متون اصلی تفکر شایگان که در جوش کتابان بیشتر، ولی در واقع میشود گفت که دو هویت اصلی در یک جایی در اون زیرین تاریخ باستان یا قدیم به هم متصل میشن. چه بسا که باید گفت اگر اسلام در ایران نشست و پا گرفت و گسترش پیدا کرد به دلیل وجود اهرم‌ها و زمین‌ها و واقعیت‌های دیرینه‌ای بوده است که پیش از این در واقعیت فرهنگ ایرانی موجود بوده و اون واقعیت صحنه رو گشوده برای اینکه هویت اسلامی جا بگیره و اسلام و دین مسلمانان در ایران مستقر بشه. اون چیست؟ اون زمین ها کدام؟ یه بخش بزرگی از اسطوره های رستاخیزی کیش زرتشتی در اعتقادات شیعه ایرانی وارد شده. نکته بسیار جالبی از جمله ها مثال میزنم. بخش بزرگی از عناصر فرهنگی زرتشتی در واقع شرکت کردن در شکل شیعه. نظریه اینجا فقط نیست، قبل از این کسانی در فرانسه، در آلمان، منتقدانی فلسفی گفتن، ولی به هر حال نکته بسیار جالب. دیگه از جمله یک عامل ما بریم بازش میکنیم، اونم به نام عامل منجی عالم یا امام غایب، یکی از عناصر بسیار مهم شیعه است. یک قلیه
در روح ایرانی این پدیده چه شیعی، چه فلان، چه ایکس ایگرگ این اصولا وجود داشته. مسئله ناجی یه ظهور امام دوازده بسیار به ظهور رستاخیزی پهلوانان زرتشتی شباهت داره. یه با هم کنکت میشن، مرتبط میشن. اندیشه ایرانی به فضای مکتبیت شیعی به قول شاعران بسیار نزدیکه و پیوند میخوره و پدیده امام و پهلوانان حتی شاهنامه کیخسرو از این جهان میروند برای اینکه در روز دیگری در زمان دیگری به این جهان بازگردن و ما به اونها به سمت اونها برویم و این مسئله امام و بازگشت امام بهشون و این لحاظ حالا کم کم به مسئله خاطره جمعی همین جهان میرسیم. میگه در خاطرات گذشته این خاطرات گذشته که در قرون در طی قرون شکل گرفتن و به قول یونگ هزار سال هستن باقی موندن در ذهن ناپیدای انسان ایرانی و تا امروز برای ما چیزهایی رو گواهی میدن و تا امروز وجود دارن و پیوندهایی در درون با هم دیگه دارن بین فاکتور اول هویت اول و هویت دوم. اما هویت سوم یعنی مدرنیته این واقعیت رو اثر نگذارونده. به عبارتی هویت سوم این در واقع از این سودمندی بهره نبرد که به عبارتی به مقوله درونی به واقعیت درونی به فرهنگ درونی ما پیوند بزنه. هیچ پیوندی به درون نبود. بین اولین و دومین به عبارتی میشود نوعی دگردیسی انسان ایجاد بکنه. یعنی ما اگر سنتی هستیم میتوانیم اسلام شیعه رو بفهمیم از طریق اون چیزی که شایگاه میگه دگردیسی ترانسموتاسیون. اینطوری ترجمه شده که ترجمه ما درستی نیست چون بیشتر به دگردیسی به متفا بیشتر میخوره یا متامورفوز میخوره باشه و اون چیزی که در واقع شاید هم برای ترانسموتاسیون رو با میکنه در کتاب های دیگرش بیشتر به استحاله یا استحاله روحی یا استحاله مثالی یا استحاله عرفانی بیشتر میخوره و این رو در جلسه پیش که چهارمای پیش عنوان کردیم راجع به کتاب افسوزدی که جدید به وسعت به گسترش بحث کردیم و اون رو نشون دادیم. به عبارتی میگه که ما در هویت اول و هویت دوم میتونیم چرخش کنیم از یکی به دیگری هم همه فهمی به وجود بیاریم درک مشترک ایجاد بکنیم اما بین این دو هویت و مدرنیته هیچ گونه درک مشترکی وجود نداره. ما اینجا در واقع بلوکش حد داریم اگرچه مدرنیته اومده فرهنگ جدید اومده و در کنار در مقابل ما نشسته اما هیچ درک مشترکی باهاش ما نداریم بلکه اون چیزی که موجوده به جای ترانسموتاسیون میوتاسیونه یعنی فقط چرخش. ترانسموتاسیون یعنی در واقع یک نوع حرکت استحاله تمثیلی یا حرکتی که از قابل فهم بودن دو عنصر یا دو هویت میاد اما میوتاسیون این است که ما از یک پارامتر فرهنگی از یک هویت به هویت که چرخش میکنیم بدون فهم اون هویت بدون درک سنجیده اون هویت. این چیزی که شایمان مایله اینجا عنوان بکنه و اینو ما میگیم و میگذاریم تا بعد بهش دوباره باز کردیم. نکته دوم این هستش که میگه که در مقابل این سه هویت در مقابل این سه شاخ بودن فرهنگی در مقابل این سه گونه بودن در واقع معرفت شناسی متافیزیکی که عنوان میکنه یک دو دیالوگ یا گفتگو هم باید ایجاد بشه. دیالوگ یا گفتگو بین گونه های متعدد یک فرهنگ یا بین فرهنگ های متعدد سنتی و مسلمان مسلمان رو مدرن باید بتونن با هم دیگه دیالوگ کنن. اینو شاید حالا میکنن چجوری میتونن دیالوگ کنن؟ حالا اینجا ایراد های مشهور میشه میگه اینطوری میتونن دیالوگ کنن که به عبارتی اینا بتونن همدیگه رو بفهمن و هر پدیده‌ای هر هویتی جای خودش رو حفظ بکنه جای خودش رو ما اون رو در جای خودش قرار بدیم بهش احترام بذاریم و در حد خودش اون رو بفهمیم و در میزان خودش اون رو درک بکنیم و اون رو در جایگاه اصلی و تاریخی خودش قرار بدیم بدون اینکه به اون زیاد دست بزنیم بدون اینکه اون رو زیاد تکون بدیم خراش بهش وارد بکنیم. همونطوری که هست سنت رو مذهب رو و مدرنیته رو باید همونطور بفهمیم. این ایراد داره این نگرش در واقع ایراد داره به دلیل اینکه هویت سگانه ما